سازمان جهانی نفع خشونت به دنبال تماسهای مستمر با مراکز پناهجویان در اروپا و آمریکا است. سازمان جهانی نفع خشونت مسلمان آزاد در بیانیه ای اعلام کرد که با تماسهای فشرده و پیاپی با مراکز پناهجویان در اروپا و آمریکا از مسئولان آنها خواسته که حداقل اساسی ترین نیازهای زندگی پناهجویان را تأمین کنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر اطلاع شیرازی سخنگوی این سازمان در این باره اظهار داشت سازمان جهانی نفع خشونت به منظور آگاهی یافتن از اوضاع پناهجویان با برخی از کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا تماس گرفته تا از نیازهای عمومی و نیازهای ویژه مسلمانان خصوصا کودکان و زنان اطلاع یابد به یبزود اردوگاه های پناهجویان موجود در کشورهای کانادا، ایتالیا، آلمان، ترکیه و آمریکا از مواردی بودند که این سازمان با آنها تماس داشته است. بر اساس این گزارش این اقدام سازمان مسلمان آزاد بنابر انگیزه انسانی بوده زیرا شکایت هایی از سوی زنان مسلمان رسیده است که بر اساس آنها بانوان تحت فشار روحی و روانی هستند و در معرض آزار و رفتارهای ناشایست و حتی تعرض نیز واقع می شود. سخنگوی این سازمان یادآوری کرد به علت حجوم چشمگیر پناهجویان به مراکز پناهجویی برخی از زنان مسلمان بسیاری از خصوصیات مقدس خود را از دست دادند و کرامت و بزرگیشان لگدمال شده است. شاین زکتاس بنابر گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهجویان 50 درصد از کل جمعیت 3 میلیون و 650 هزار نفری پناهجویان و آوارگان را زنان و دختران تشکیل می‌دهند که به دلیل نداشتن حمایت ضعیف‌ترین گروه سنی و جنسیتی به شمار می‌روند.